سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. خوشحالم که با قسمت دوم از سری سکرین کست های ایمکس در خدمتتون هستم. تو شماره اول در مورد یه سری از کانسپت های اولی و حالا کی بایندینگ های اولی صحبت کردیم و بیشتر هدف این بود که بتونین توی ایمکس دووم بیارین واسه شاید دقایق اول. از الان حالا یواش یواش شروع میکنیم پیش رفتن، کانسپت های بیشتری رو با هم مرور میکنیم و سعی میکنیم یه ادیتور خیلی ساده رو با هم درست کنیم. سعی میکنم این دفعه خیلی واقعا ویدیو کوتاه تر باشه. دفعه اول تصمیم گرفتم ویدیو کوتاه بشه ولی یه ساعت شد، حالا این دفعه واقعا سعی میکنم کوتاه تر بشه. دوباره اشاره میکنم که من هم اینا رو واقعا بداهه ضبط میکنم. اگر مشکلی دیدین، اگر هم در هر صورت هر چیزی اشتباه پیش رفت، شما با بزرگی خودتون ببخشین. تو ویدیو اولی سری از دوستان خواستن که فونتا رو سایز فونتا بزرگتر بشه، یه مقدار خوندنش مثلا که مشکل داشت، حالا این دفعه بزرگتر کردم فونتا رو، سایز فونتا رو، امیدوارم که خوانا باشه. برای اینکه شروع کنیم، اول سر یه موضوعی کوچیکی باید با هم صحبت بکنیم در مورد اینکه اصلا ایمکس رو چجوری نصب کنیم. فرضم این هست که کسی که میخواد ایمکس کار کنه قبلا میدونه که باید ایمکس رو چجوری نصب کنه، ولی در کل ایمکس رو یا با پکیج منیجر لینوکستون نصب میکنین یا از سورس کامپایل میکنین. اگر ویندوز یا مک هم استفاده میکنین، که حالا ویندوز رو نمیدونم ولی میدونم رو ویندوز نصب میشه، هیچ وقت این کار نکردم، اطلاعات چندانی در موردش ندارم. در مورد مک هم یه چند تا آپشنی دارین، آپشن های مختلف هست، حالا چه روی هوم برو یا از سورس کامپایل کنین، یا اگه یادم باشه یه پکیج بود به اسم آکوا مکس که میتونین از اونم استفاده کنین. فقط تنها نکته که من اشاره کنم و دلیل این که اینجا من نوشتم که در مورد این مکس نصب این مکس توضیح بدون بودم، این هست که شما حداقل ایمکس 25 رو نیاز دارین. اگر ایمکستون قدیمی هست حتما آپگرید کنین. از سورس کامپایل کردن هم کاری نداره، من همیشه خودم از سورس کامپایل میکنم، خیلی آپدیت تره تا اینکه بخواین از روی دیستریبیوشنتون نصبش کنین. یه نکته دیگه که خیلی خیلی من دیدم که کسایی که تازه میان سمت ایمکس باهاش درگیرن، روش استفاده از ایمکس هست. یه مقدار شاید خنده‌دار به نظر بیاد ولی عموما کسایی که از ادیتورهای دیگه استفاده میکنن، مخصوصا ویم، وقتی واسه دفعه اول میخوان از ایمکس استفاده کنن، یعنی روش استفادهشون مثل ادیتور قبلیه که استفاده کردن. مثلا اگر ویم استفاده میکنن، اگر ویم استفاده کرده باشین، اولش میخواین ایمکس استفاده کنین، برای باز کردن هر فایل ممکنه هی ایمکس رو دوباره اجرا کنین. خب یکی از دوستای من از ویم اومده رو سپیس مکس که حالا خیلی ویم فرندلی هست گویا، به من میگفتش که چجوریه، چرا من هی باید ایمکسی که من دارم، این سپیس مکس هم یه مقدار سنگینه، من الان هی بخوام فایل های مختلف رو باش باز کنم، هی باید معطل بشم که این لود کنه و فلان. به من گفتم خب روشی که استفاده میکنه اشتباهه. حالا ویم درسته اون روش استفاده ویم مخصوص خود ویمه ولی مخصوص ایمکس نیست. برای ایمکس شما دوتا آپشن دارین، یکی این که کلن یه ایمکس رو همون اول که سیستمتون بوت میشه یه بار کلن ایمکس رو باز کنین، بعد فایل های دیگر رو تو خود ایمکس باز کنین، یعنی در واقع اینستنس ایمکستون رو هیچ وقت نبندین. خب که من خودم این کارو میکنم خیلی راحت، همیشه من سیستمم که بوت میشه کلا دیفالت ایمکس باز میشه و من حالا توش کارامو انجام میدم. شاید چنده باشین که حالا به شوخی میگن ایمکس ادیتور نیست، سیستم عامله، چون باش میشه آهنگ گوش داد، پی دی اف ریویو کرد، نمیدونم وب براوزر داره، ایمیل کلاینت داره، گیم داره، خیلی چیزای مختلفی داره. خب منطقا اگه بخواین هی هر دفعه واسه هر کار کوچیکی باز کنیم ببندینش یا چند تا اینستنس از ایمکستون داشته باشین، لود کردنش ممکنه یه مقدار بره رو اعصابتون.
بنابراین یه روشش اینه که مثلا من همیشه یه ایمکس بیشتر نداشته باشین. من همون اول ایمکس هم باز میکنم، همه پروژه تو این، همه کارام توی ایمکس، یه دونه ایمکس خیلی هم سریع، هیچ مشکلی هم نداره. خب روش دوم، اگر اینو ترجیح نمیدین، ایمکس یه سرور، یه مود سرور کلاینت داره، شما ایمکس سرور رو رام میکنین، همون یه سرور هدلسه، یعنی شما هیچ محیط اینترفیس گرافیکی واسش نمیبینید. شما یه بار سرورتون رو رام میکنین، هر دفعه که دیگه خواستین مثل ویم باش برخورد کنین، یه فایلی رو ادیت کنین دوباره ببندین، یه فایل دیگر رو ادیت کنین دوباره ببندین، به جای خود کامند ایمکس یا باینری ایمکس، شما باید از یه باینری دیگه استفاده کنین یا از یه کامند دیگه استفاده کنین به اسم ایمکس کلاینت، که در واقع وصل میشه به اون سرور و فقط یه محیط گرافیکی به شما میده. حالا یا توی ترمینال، یه ایمکس رو توی ترمینال شما لود میکنه. خیلی یارو میشناسم که از این روش هم استفاده میکنن، خیلی برمیگرده به پریفرنس شما. حالا امروز ما تا مدت زیادی با همین تک اینستنس ایمکس کار میکنیم، حالا در آینده در مورد سرور کلاینتش هم صحبت میکنیم. حالا اگر هم علاقه مندین که الان خودتون میتونید برین سرچ کنین و بیشتر در موردش یاد بگیرید. اما برای اینکه پیش بریم، امروز خیلی بحث یه سری کانسپت های خیلی اولیه رو میخواییم با هم مرور کنیم، اما واسه اینکه این کانسپت ها رو بهتر بتونین درک کنین، اول از همه لازمه که یه بیسیک خیلی خیلی ساده ای از لیسپ رو بدونین. خب اول یه مرور خیلی کوچیک رو لیسپ میکنیم، بعد میریم رو لود پس. من یه ایمکس اگه باز کنم، فقط من فونت ها رو باید بزرگ کنم، یه فایل رو لود کنم. همونجوری که تو جلسه پیش با هم صحبت کردیم، Alt X یه شورتکاتیه که وقتی میزنین ازتون اسم یه فانکشن رو میپرسه و میتونین فانکشن های اینتراکتیو ایلیس پرو یا ایمکس رو همینجوری رام کنین. جلسه پیش هم بهتون نشون دادم که یه فانکشنی هست به اسم IELM که در واقع یه اینترپریتر ایلیسپ هست. ایلیسپ چیه؟ ایلیسپ یا ایمکس لیسپ زبونیه که ایمکس برای شما مهیا میکنه برای برنامه نویسی که بتونین ایمکستون رو اکستند کنین. این IELM هم یه چیزی شبیه، اگر مثلا با پایتون کار کرده باشین، آی پایتون یا روبی یادم نمیاد اسمش چی بود، حالا یه رپلی واسه هر زبانی یه رپلی داره، اینم رپل ایلیسپ هست. خیلی خیلی بیسیک براتون توضیح میدم این چیزای اولیه رو، حالا وقتی با هم پیش میریم هی بیشتر در مورد ایلیسپ یاد میگیریم، ولی چیزایی که واسه امروز شما بهش نیاز دارین رو فقط میگم. خب یکی از مفاهیم خیلی اولیه لیسپ اینه که هر دیتا تایپی یه اوالویشن داره. من الان هرچی توی این رپل تایپ کنم و دکمه اینتر رو بزنم، اون اکسپرشنی که تایپ کردم رو اوالویت میکنم. برای مثال من یه نامبر تایپ میکنم و دکمه اینتر رو میزنم، الان اوالویشن اون عددی که من تایپ کردم میشه خودش. خب 99% دیتا تایپ هایی که توی لیسپ هستش همیشه به خودشون اولویت میشن، مثلا عدد یا یه استرینگ برای مثال اولویت میشه به خودش. دو تا از چیزایی که به خودش، یعنی دو تا دیتا تایپی که به خودشون اولویت نمیشن، یه دونه سیمبوله یه دونه لیسته. سیمبول در واقع اسم، حالا اگه تو ترم های بر اساس ترم های زبان های برنامه‌نویسی دیگه صحبت کنیم، مثلا اسم متغیر یا نمیدونم اسم فانکشن یا اسمی که حتی مقداری هنوز بهش بایند نشده، اصطلاحا بهش میگن سیمبل. خب الان مثلا من اینجا یه سیمبل این چیزی که من تایپ کردم یه سیمبل هست، اما چون مقداری نداره، وقتی من اوالویتش میکنم میگه همچنین این سیمبل وایده، یعنی تعریف نشده، جایی مقداری بهش بایند نشده. وقتی با برای مثال شما میتونیم بگین که الان من به سیمبل AAA یه مقدار با، یعنی این در واقع
حالا اسم وریبل درست نیست برای این کار، ولی شما میتونید اینجوری فرض کنید که یه ولی وریبل داریم ما به اسم AAA که مقدارش 234. خب الان اگه من دوباره سیمبل AAA رو بنویسم و اینتر بزنم، اوالیویت میشه به مقدارش که مقدارش 234 هست. یه چیز دیگه که اوالیویشنش فرق داره، یعنی به خودش اوالیویت نمیشه، لیسته. لیست یه حالا یه دیتا تایپ که مثل اری کار میکنه، حالا در واقع یه لینک لیست هست که با پرانتز نشون داده میشه، یعنی بین دوتا پرانتز شما هر چی بنویسین اون میشه لیست شما. خب اگه من الان مثلا یه لیست تعریف کنم به این شکل که 1 2 3 4 5 رو توی یه لیست قرار دادم، اگه اوالیویتش کنم شما میبینید که نوشته invalid function 1. خب یعنی function 1 رو پیدا نمیکنه. در واقع توی هر لیست، توی هر زبانی که یه دایلکتی از لیست پس، evaluation لیست به این شکله که همیشه element اول رو به عنوان یه function در نظر میگیره و بقیه رو به عنوان پارامترهای اون function در نظر میگیره. یعنی الان اتفاقی که اینجا افتاده اینه که میره دنبال اون، دنبال یه فانکشنی به اسم 1 میگرده، اگر پیداش بکنه اون فانکشن رو صدا میزنه و پارامتر و بقیه لیست رو به عنوان پارامتراش پاس میده که حالا در این مورد میشه 2 3 4 5. خب یعنی اگر من اینجا مثلا بنویسم مسیج که واقعا یه فانکشنه و یه استرینگی، درسته؟ الان در واقع این چیزی که ما اینجا نوشتیم یه لیست هست. خب یه لیست که دوتا المنت داره، المنت اولش مسیج، اسم المنت دومش هم یه استرینگ، درسته؟ وقتی من اینو اوالیویت بکنم شما میبینید که اون فانکشن رو صدا میزنه و حالا کاری که مسیج انجام میده در واقع همون پرینت میکنه اون استرینگی که بهش دادیم رو، که خب پرینتش کرد و حالا فانکشن اجرا شد. یا اگه من یه لیست دیگه تعریف بکنم با یه اسم حالا هر چهل هفتی که خودم اینجا می نویسم، اگر دوباره من اینو اوالیویت کنم میبینیم که میگه فانکشنی پیدا نمیکنه به اسم حالا اون چیزی که من نوشتم، درسته؟ کل لیسپ رو شما، حالا 99% لیسپ های مختلف رو شما با این دوتا قانون، با این قوانین ساده میتونین بخونین و متوجه شین. اما اگر من فقط یه نکته دیگه هم که من باید بگم اینه که اگر شما قبل از هر اکسپرشن یه دونه سینگل کوت بذارین، خب اون سینگل کوت کارش اینه که اکسپرشنی که بعد از سینگل کوت میاد رو اِوالیوییت نمی‌کنه، جلوی اِوالیویشنش رو می‌گیره. خب یعنی الان اگه من اینجا اینو اوالیویت بکنم این لیست رو، میبینین که خود لیست رو برگردون، خب دیگه اوالیویتش نکرد. اون کار سینگل کوت همینه. خب یعنی اگر من حتی پشت یه عدد بذارم خودش رو برمیگردونه، که خلا در مورد عددا خیلی بیفایده است، بیشتر برای لیست ها استفاده میشه وقتی که شما واقعا لیست رو میخواییم به عنوان یه دیتا تایپ استفاده کنین، نه برای کال کردن یه فانکشنی. خب فهمونم تا اینجا کلیت لیست براتون بس باشه واسه امروز، تا جلسه های بعد حالا بیشتر درمش صحبت میکنیم. اینا رو گفتم که امروز که میخوام یه ذره کد بنویسم حداقل کلیاتی رو ازش متوجه بشین. من اینا رو حواسم نبود که بزرگتر کنم، فکر کنم در این حد خوب باشه. اگر تا الان اینا رو تو خوندنش مشکل داشتین، الان ویدیو رو پاس کنین و یه چیزا که نوشتم رو نگاه بندازین تا بریم سراغ ادامه داستان. اولین چیزی که، اولین کانسپتی که شما در مورد ایمکس باید بدونین برای شروع مثلا حالا اصطلاحاً کانفیگور کردن ایمکستون، لود پس هستش. الان این ایمکسی که من سمت راست رانش کردم با پارامتر داش کیو رانش کردم، یعنی به این شکل، ببخشید، کپیتال کیو. خب اتفاقی که میفته اینه که هیچ فایلی رو موقعی که ایمکس میاد بالا دیگه لود نمیکنه. اون کپیتال کیو بهش میگه که کانفیگوریشن دیفالت تو لود نکن، هیچ چی لود نکن، فقط ایمکس باز شه، همین. خب بنابراین الان ما هیچ چیزی، هیچ تنظیمات پیش فرضی رو نداریم. فرض کنین برای اینکه
کانسپت لود پس رو با هم صحبتش رو بکنیم، فرض کنیم که مطمئنن که شما با یه زبان برنامه‌نویسی قبلا کار کردید. لود پس یه اریه، یه لیستیه که یه سری مسیر توشه. خب من اینجا الان بنویسم لود پس، میبینین که یه لیست برگردون از یه سری آدرس ها روی فایل سیستم من، که وقتی شما یه فایلی رو لود میکنین توی ایمکستون، یعنی وقتی از ایمکس میخواین که مثلا یه چیزی رو ریکوایر میکنین، خب حالا مثلا یه اسمی، خب وقتی یه چیزی رو ریکوایر میکنین، ایمکس میره توی این مسیرها رو دنبال اسمی که شما نوشتین میگرده برای یه فایلی به اون اسم. اگر پیداش کرد لودش میکنه، پیداش نکرد مثلا الان یه ارور میده که میگه من همچین فایلی رو نمیتونم پیدا کنم، ببخشید. بعد چرا لود پس مهمه؟ به خاطر اینکه شما وقتی میخواین شروع کنین به اصطلاحاً کانفیگور کردن ایمکس خودتون، باید اون تنظیماتتون، اون کد لیسپی رو که حالا مینویسین یا کپی پیست میکنین از جایی، یه جایی نگه دارین، توی یه فایلی نگه دارین. خب اون فایل باید تو لود پس شما باشه که ایمکس بتونه پیداش کنه. همونجوری که گفتم الان این ایمکسی که باز کردیم، چون با پارامتر کپیتال کیو بازش کردیم، هیچ کانفیگوریشنی رو لود نکرده. خب اگر من همینجا فرض کنین به عنوان یه مثال یه فانکشن هلو ورد میخوایم درست کنیم، خب اما این فانکشن هلو ورد رو میخوایم توی یه فایل و یه دایرکتوری دیگه نگهش داریم، بیاین این کار رو با هم انجام بدیم که حالا این مفهوم لود پس رو شما بیشتر باش آشنا بشین و متوجه بشین. اول از همه خیلی خوبه که یه دایرکتوری یه جا بسازیم. حالا من قبلا اینو ساختم، اسمشو میذاریم ایمکس دو. خب این دایرکتوریمون الان خالیه، هیچی توش نیست. خب ببخشید، فایل رو یه فایل هم توش درست میکنیم، اسمش رو مثلا میذاریم abc.ea. یه فایل خالی هست که فعلا هیچی توش نیست، درسته؟ میذارم فون سایز رو. خب حالا ما یه فانکشن میخواییم تعریف کنیم که اسمش میذاریم مثلا hello. اول از همه اینکه این define یه کلمه کلیدی تو لیسپ هست، توی ای لیسپ هست، نه لیسپ های دیگه، که باش فانکشن تعریف میکنن. در واقع وقتی میخوان یه فانکشن تعریف کنین، شما باید با دفان شروع کنین اکسپرشنتون. خب کلن برای تعریف یه فانکشن شما یه همچین ساختاری رو نیاز دارین. اول اینکه باید یه لیست باشه، خب مشخصا دفان، اسم فانکشنتون که ما اینجا حالا اسمش رو گذاشتیم هلو، پارامترهایی که میگیره و پایان اکسپرشن. خب ما اینجا یه نیم هم به عنوان پارامتر میخواییم ازش، از یعنی به عنوان ورودی پارامتری خواهیم داشت به اسم نیم، و کل کاری که قرار انجام بدیم اینه که یه همچین کاری بکنیم، یعنی کانکت کنیم دوتا استرینگ رو با هم دیگه و تو خروجی پرینتش کنیم. ساده، یعنی ساده ترین چیزی که ممکنه، یه هلو ورد ساده، درسته؟ من این فایل رو سیو میکنم. الان اگر برگردم توی اون رپل ایلیز، اگر دوباره نمیستم ریکوار، اسم فایلمون گذاشتیم ABC، درسته؟ میگه که من همچین فایلی رو پیدا نمی کنم. چرا پیدا نمی کنه؟ به خاطر اینکه توی لود پس ما نیستش. بذاره من اینو بزرگترش کنم. خب الان اگه دقت کنین توی این لود پس خودش یه لیسته دیگه، توی این لیست شما اون دایرکتوری ایمکس دو رو نمی بینیم. خب اما اگر ما بیایم این آدرس دایرکتوری ایمکس دو رو اضافه بکنیم به لود پسمون، احتمالاً اگه وقتی ریکوایرش میکنیم باید بتونه اون فایل رو پیدا کنیم. برای اینکه شما یه مقداری رو به یه لیستی اضافه کنین، یه فانکشنی وجود داره به اسم add to list. خب add to list یه فانکشنه که همونجوری که جلسه پیش با هم صحبت کردیم، شما میتونیم با
ببخشید با کنترل H و F. خب من حالا اینجا وسط رو می نویسم با کنترل H و F. میتونین داکیمنت های هر فانکشنی رو ببینید. خب بهتره با هم الان داکیمنت های @toList رو ببینیم. @toList این رو زومش کنم میذاره. همجور که میبینین توضیح داده که چجوری باید @toList استفاده کنین، کارش چیه و حالا از آپشن مثلا پارامترهای آپشنالش چیه و اینا. من هایلایتش کنم که بهتر متوجه این کجا رو دارم در موردش صحبت میکنم. الان تو این قسمت اگه نگاه کنیم، برای اینکه بتونیم ازش استفاده کنیم، پارامتر اولمون باید یه لیست باشه و پارامتر دوم المنتی که میخوایم بهش اضافه کنیم. خب من الان add to list، اسم لیستمون که لود پس هست، برای چی اینجا سینگل کد گذاشتم؟ به خاطر اینکه من نمیخوام این لود پس اِوالیویت بشه. خب حتی اگه اِوالیویت بشه، اینجا خود مقدار لود پس رو برمیگردونین که یه لیست هست. خب اما وقتی شما سینگل کد میذارین، اجازه میدین که اد تو لیست براتون این لیستی که داریم این لود پس رو باشین مثلا چیزی رو بهش اضافه کنه، نه مقدار، نه مقداری که برمیگردونه رو. حس میکنم که اینو خوب توضیح ندادم، یه بار دیگه تکرار میکنم. ما اگر الان این سینگل کوت رو برداریم، اتفاقی که میفته اینه که این لود پس با مقدارش جایگزین میشه. مقدارش چیه؟ مقدارش یه لیسته. خب و وقتی ما یه چیزی بهش اضافه میکنیم اینجا، مثلا ما یه استرینگ میخوایم اضافه کنیم اینجوری، درسته؟ و وقتی چیزی بهش اضافه میکنیم، این به مقداری که لود پس بهش اضافه میکنه اشاره میشه، اضافه میشه، نه به خود لود پس. وقتی من سینگل کوت میذارم اینجا، یعنی من نمیخوام این اوالیویت بشه، من فقط دارم اسم لیستی که میخوام رو به اد تو لیست پاس میدم. اد تو لیست اسم لیست رو قبول میکنه. اگرم تو داکیومنتش نگاه کنین، نوشته لیست وار، خب ننوشته لیست خالی. لیست وار منظورش اینجوریه که اسم، من اسم رو از شما میخواد، خودش میره اون لیست رو اگر توی اسکوپش باشه پیدا میکنه و بهش اضافه میکنه. خب بنابراین من الان اگه این اجرا بکنم، میبینیم که خروجیش حالا یه لیست جدیده. دوباره من لود پس رو نشونتون بدم چی توشه. و همچنین که میبینیم به عنوان اولین المنت، یا مثلا اگر کارو بکنم، اولین المنتش دقیقا اون چیزی که ما اضافه کردیم به لیستمون. حالا این فانکشن کار که میبینین اضافه کردم، یه فانکشن کلاسیک لیست پس که اولین المنت یه لیست رو برمیگردونه. خب الان ما فانکشن، ما الان آدرس ایمکس دومون توی لود پسمون هست. اگر من ریکوایر بکنم ABC رو، باید بتونم در واقع ایمکس باید بتونه اون فایل رو برای من لود کنه. خب به نظر میاد که فایل رو پیدا کرده، اما یه ارور دیگه دارم که میگه این فایلی که من لود کردم فیچری به اسم ABC رو پروواید نمی‌کنه. توی استاندارد ایلیسپ شما برای اینکه بتونین اصطلاحاً یه ماژول یا یه فایلی که توش یه سری سیمبل ایلیسپ هست رو تعریف رو کنین، انتهای این ماژول شما یا فایل شما باید به یه همچین چیزی ختم بشه. این اکسپرشنی که اینجا نوشتیم، این provide ABC، در واقع میگه که این ماژولی که الان تعریف شده چه سیمبولی رو اکسپورت میکنه. اینجوری میتونیم بهش نگاه بکنین که حالا عموماً تقریبا 99.9% درصد اوقات شما نیاز دارین که سیمبولی که اکسپورت میکنین رو به اسم همون فایلی باشه که شما ساختین، همون مثلا ABC. در واقع اتفاقی که میفته اینه که وقتی شما یه چیزی رو ریکوایر میکنین تو ایلیسپ، میاد این سیمبل رو تلاش میکنه این سیمبل رو پیدا بکنه و اون فیچری که پروواید شده رو لود بکنه. که حالا یه مقدار بحث ادوانس، حالا بعدا در موردش صحبت میکنیم که چجوری میتونین چند تا سیمبل رو توی فایل اکسپورت کنین، در واقع یه ماژول چجوری میتونه چند تا سیمبل مختلف رو پروواید بکنه. ولی الان تمام این چیزایی که شما تا اینجا تعریف میکنین توی این ماژول، خب
زیر شاخه این سیمبل ABC میشه که اینجا تعریف شده. خب وقتی ریکوایرش الان من اگه دوباره نمیدونم سیوش کردم اینو، وقتی من الان اینجا دوباره این ABC رو ریکوایر کنم، میبینین که سیمبل ABC رو برای من برگردون. در واقع این ABC همون چیزی که شما اونور پرووایدش کردین. خب الان من باید بتونم به با اون فانکشن هلوی که نوشتم دسترسی داشته باشم. اگه تو مینی بافر من ببینین اون پایین، خب توضیح داره بهتون نشون میده که آره فانکشن هلو یه دونه نیم فقط میگیره. خب حالا بیایم بدون پارامتر صداش بزنیم ببینیم چی میشه. یه اروری میگینیم بهتون میگه که انتظار داره که حداقل یه پارامتر بهش پاس بدیم. همونجوری که در مورد ایلیسپ صحبت کردیم، برای اجرا کردن یه فانکشن شما نیاز دارین که یه لیست درست بکنین. اولین المنت همیشه باید اسم فانکشن باشه و بقیه المنت ها پارامترهایی که به اون فانکشن پاس داده میشن. الان ما همون فانکشن رو داریم صدا میزنیم، به جای پارامتر نیم استرینگ سمیر رو داریم بهش پاس میدیم. همونجوری که میبینین، همونجوری که انتظار هم داشتیم، هلو سمیر پرینت میشه توی خروجی. فکر کنم الان کانسپت لود پاس رو براتون روشن شده باشه که چجوری کار میکنه و چجوری میتونین ازش استفاده بکنین. اما وقتی ایمکس رو شما بدون داش کیو اجرا میکنین، یعنی وقتی همون تایپ میکنین ایمکس رو اجراش میکنین، خود ایمکس، من الان ببندم دوباره اجراش کنم، ایمکس خالی این دفعه، خب خود ایمکس به این شکل اجرا میشه، درسته؟ وقتی ایمکس اجرا میشه به صورت پیش‌فرض یه فایلی رو به اسم .emacs توی هوم پیج شما لود میکنه که ما قبلا اینو لود نکردیم وقتی با داش کپیتال کیو رانش میکنه. اتفاقی که میفته اینه که .emacs ورودی، یعنی فایل اصلی یا ایندکس، حالا ایندکس کلمه غلطیه، فایل اصلیه که وقتی ایمکس لود میشه، ایمکس خود شما وقتی با یوزر خودتون ایمکس رو ران میکنین، این فایل اجرا میشه و به صورت ورودی به شما میتونین به چشم ورودی به کانفیگوریشن هاتون نگاه بکنین، یعنی استارتینگ پوینت کانفیگوریشن هاتون این .emacs هست. وقتی شما برای اولین بار بازش کنین، البته شما این قسمت رو نخواهید دید، اینا رو نخواهید دید. خب اینا رو کات کنم. وقتی اولین بار باز کنین ایمکستون، احتمالاً یه همچین چیزی می‌بینین. خب این چیزیه که ببخشید من دستم خورد میکروفونم. این چیزیه که واسه اولین بار می‌بینین. خب حالا امروز دارم شروع می‌کنیم که این چیه. من فقط اینا رو اضافه کنم، دو سه تا چیز اضافه کنم که این قسمتی که اضافه کردم اصلا شما مهم نیست بدونین چیکار می‌کنه، واسه اینکه تو مینی بافر فونتشو بزرگتر کنم. خلاصه وقتی شما ایمکس رو واسه دفعه اول باز میکنین، دات ایمکستون یه همچین چیزی توش خواهد بود که هیچ کانفیگوریشنی نداره. شما توی این فایل میتونین شروع کنین کانفیگوریشن هایی که برای حالا مودهای مختلف نیاز دارید رو اینجا بنویسین، یا یه کدی برای خودتون نیاز دارین اضافه کنین اینجا بنویسین، و دفعه بعد که ایمکستون لود میشه این فایل رو میخونه و تغییراتش رو ایجاد میکنه. اما در اگر واسه ایمکس فعلیتون، یعنی اینستنسی که الان باز دارید، میخواین اون تغییرات هم اعمال بشه، خیلی ساده میتونین الان مثلا این یه فانکشن خالیه که همیشه سیور میگردونه، درسته؟ من اگه دوباره اینو سیو کنم، دوباره ایمکسم رو باز کنم، این فانکشن در دسترس خواهد بود. اما واسه ایمکس فعلی، واسه این اینستنسی که الان در حال اجرا شدن هست، من میتونم بعد از این اکسپرشن وایسم کنترل X و کنترل E رو بزنم. خب همونجوری که تو قسمت مینی بافر اون پایین میبینین، الان این فانکشن من تعریف شده و اگر من دوباره صداش بزنم و دوباره کنترل X کنترل E رو بزنم، خروجیش رو میبینین همون که 3 برگردون. خب من دوباره یادم رفت بزرگش کنم، ببخشید. کلن تو هر بافری، حالا مهم نیست اون بافر چی باشه، این تو قسمت قبلی هم گفتم، اگر شما بعد از هر اکسپرشن لیس ایلیسپی قرار بگیرین، مثلا آخرین پرانتز اون اکسپرشنی که میخواین اجرا کنین، خب و شورتکاتش کنترل ایکس کنترل ای هست، این شورتکات رو بزنین براتون اجرا میکنه، اون اوالویت میکنه اون اکسپرشنی که دارید رو،
با اوالویت کردن اکسپرشن هایی که به این فایل اضافه میکنین، همه اون اکسپرشن ها روی اینستانس فعلی ایمکستون اجرا میشه. یعنی در واقع ایمکسی که در حال اجرا هست و شما دارین تغییر میدین. این در مورد لود پس و اینکه کجا باید کانفیگوریشناتون رو بنویسین. فقط یه نکته هم اضافه کنم، یه دایرکتوری ممکنه تو هوم یوزرتون ساخته بشه به اسم .emacs.d که در واقع یه دایرکتوری که خیلی از حالا فانکشن ها، خیلی از لایبرری های ایلیسپ ازش استفاده میکنن برای اینکه حالا دیتاشون رو توش ذخیره کنن، یا شما میتونین هر چی خواستین، هر فایلی رو خواستین همونجوری که نشونتون دادم یه فایل درست کنین توش یه سری فانکشن باشه و یه سیمبولی رو پروواید بکنه، میتونین توی emacs.d تون بذارین. emacs.d رو بای دیفالت وقتی emacs رو بدون هیچ پارامتری رام میکنین اتوماتیک جزء لود پستون قرار خواهد گرفت. خب این از لود پاس دیگه تموم شده، دیگه هم در موردش صحبت نمیکنیم در آینده. اما یه آخرین بحثی که امروز خواهیم داشت اینه که چجوری از package.dl استفاده کنیم، پکیج منیجر emacs رو چجوری استفاده بکنیم. emacs خودش یه پکیج منیجر داره که لایبرری هایی که برای emacs نوشته شده رو میتونه براتون نصب بکنه و آپگرید کنه و دیلیت کنه و حالا یه پکیج منیجر دیگه. خب ریپوزیتوری دیفالتی که روی emacs هست همونجوری که اینجا میبینین اسمش الپا، خب که مال خود بنیاد نرم افزار، یعنی توسط بنیاد نرم افزار آزاد کنترل میشه و عضو پروژه گنو هستش. اما به خاطر یه سری محدودیت های قانونی پروژه‌ای که روش هست خیلی تعدادشون کمه. خب یعنی پروژه های اصلی فقط، ببخشید لایبرری اصلی که توی emacs استفاده میشن عموما توشه، پکیج های به اون شکل زیادی هم نداره. خب میبینید اینجا الان ایندکس الپا. خب وقتی شما از پکیج منیجر خود emacs میخواین استفاده کنین، پکیجی رو که نصب میکنین، اسم پکیجی رو که بهش میدین میاد اینجا میگرده و براتون نصب میکنه. اما یه ریپوزیتوری دیگه هست به اسم ملپا، خب که رسمی نیست اما همه ازش استفاده میکنن، هر کسی میتونه بهش پکیج کانتریبیوت کنه و تعداد پکیجاش که همونجوری که الان میبینین 4000 خورده پکیج داره. خب و کلی هم دانلود داشته تا حالا. چون ملپا دیفالت نیست، برای اضافه کردن شما به emacs کافیه که اول خود package.el رو require کنین. بعد یه من در این حال این هم بهتون نشون بدم، مثلا ما الان دوباره این پکیج رو ریکوایر کنیم، یه لیستی هست به اسم پکیج آرکایوز. خب این البته من مثلا این ملپا رو قبلا اضافه کردم به این سیستم، آره چون اولش توی اون دات ایمکس هم بود و یادم رفته ریمووش کنم. این لیست پکیج دات آرکایو، پکیج داش آرکایو، اسم ریپوزیتوری، اسم و یورل ریپوزیتوریایی هستش که شما میخواین ازش پکیجاتون رو دانلود کنین. حالا بر یعنی علاوه بر ملپا و الپا مثلا مارمالات هست که خیلی اونم غیر رسمیه، یا شما میتونین حتی ریپوزیتوری خودتون رو داشته باشین، یه سری آدم اون ریپوزیتوری خودشون دارن ولی برای شروع اصلا نیازتون نمیشه. همونجوری که با هم صحبت کردیم برای اینکه شما بتونین به یه لیستی یه المنت جدید اضافه کنین، ما قبلا یاد گرفتیم اسم فانکشنش add to list هست، درسته؟ اسم لیستمون هم که میدونیم چیه، من از اونجایی که یه تنبلم نکوپی پیست کنم و بعدش کافیه که اون المنتی که قرار به اون لیست اضافه بشه رو شما بنویسین. من یورلش هم اینجا کپی کنم دیگه، یه ها
یعنی الان کنترل ایکس کنترل ای من اینو ریکوایر کردم، کنترل ایکس کنترل ای و این المنت رو اضافه کردم به پکیج داش آرکایو. اگه ما برگردیم اینجا دوباره پکیج دات آرکایو رو ببینیم، میبینیم که المنت اضافه شده. خب وقتی شما این کار رو میکنین الان ملپا، حالا چون من ملپا رو قبلا داشتم اینجا یک اضافه کردم، ولی شما هم ملپا میذارین. خب بعد از این کاری که شما میکنین الان ملپا در دسترس شما هست و این قسمتی که قبلا توی دات ایمکس تون میبینین اضافه شده توضیح میده که کارش چیه. این فانکشنی که اینجا صدا زده شده میاد کلن پکیج منیجر شما رو اینیشیالایز میکنه. خب این کلن همیشه باید اینجا باشه، نباید دست بهش بزنین مگر اینکه شما نخواین این اتفاق بیفته، که تو داکیومنتاش اگه داکیومنتاشو نگاه کنین توضیح میده براتون که چجوری کار میکنه. من الان داکیومنتاشو بهتون نشون بدم. میبینین که براتون توضیح داده که چجوری کار میکنه و اگر میخواین لود نشه چی کار باید بکنین. اگه میخواین موقعی که ایمکستون اومد بالا یه سری پکیج رو به صورت دیفالت لود کنه چه اتفاقی باید بیفته و اینا. خب اما فعلا ما با این کار نداریم، فقط یه سری بعد از اینکه شما ملپا رو اضافه کردین یه سری دستورات اولیه، یه سری فانکشن اولیه رو میخواین با هم مرور کنیم که چجوری میتونیم پکیج نصب کنیم. برای پکیج نصب کردن شما دو تا راه دارین، یا کدش رو بنویسین مثلا پکیج اینستال مثلا AG فور اگزامپل برای مثال. خب یا از همونجوری که تو جلسه پیش یاد گرفتیم تو اسکرین کست قبلی یاد گرفتیم با Alt X پکیج اینستال میتونیم پکیج نصب کنیم. اما قبل از اینکه پکیج نصب کنین شما نیاز دارین که ایندکس پکیج منیجرتون رو آپدیت کنین. برای این کار یه فانکشنی هست به اسم پکیج داش ریفرش داش کانتنتس. خب وقتی این فانکشن رو شما اجرا میکنین ایمکس وصل میشه به ریپوزیتوری هایی که دارین، لیست پکیج ها رو میگیره، آخرین مثلا متادیتاشون رو میگیره که چه ورژنی ازشون وجود داره روی ریپوزیتوری ها، اینا مقایسه میکنه با ورژن هایی که نصب دارین و کلن اطلاعاتش رو آپدیت میکنه. خب الان من اینتر کردم که کانکتش و کاراش انجام بده. بعد وقتی شما اگر داخل ایران این کامند رو بزنید ممکنه بعضی موقع با خطای SSL روبرو بشین که برای این کار لازمه پروکسی ران کنید. حالا اگر نیاز بود واسه جلسه بعدم یه واسه اسکرین کست بعدی توضیحاتی در مورد اینکه چجوری به پروکسی وصل بشین میدم. مثلا این واسه آپدیت کنه. وقتی پکیجاتون آپدیت شد شما دوباره میتونین با Alt و X با فانکشن پکیج اینستال یه پکیج جدید رو نصب کنین. خب وقتی پکیج اینستال رو برای اولین وقتی اجراش میکنین ازتون اسم یه پکیج رو میخواد که میتونین وقت با تب زدن، الان برای من پکیجی پیدا نکرده خب چون احتمالاً پکیج ریفرشم و من چون کنسل کردم فیل شده. یه چیزی هم من اضافه کنم، الان چون ما ایمکسی که داریم روش کار میکنیم خیلی بیسیک هست، خیلی از امکاناتی رو که باید داشته باشه نداره، مثل اوتو کامپلیت و از اینجور چیزا. بعد از این مدت وقتی کانفیگش بکنیم، وقتی قابلیت های جدید اضافه کنیم خیلی بهتر میشه. برای مثال اگر من اینجا همون رپل ایلیس پرو اینجا ران کنم، اینجا مثلا چه بدونم اسم فانکشن ها رو برام کامپلیت میکنه، اسم نمیدونم متغیر ها رو شما میتونین ازش استفاده کنین که کامپلیت کنه براتون، یا کلان امکانات بیشتری بهتون میده، یا وقتی مثلا Alt X میزنین پکیج اینستال میبینین کامل میکنه برام، من میتونم سرچ کنم، یا پکیج اینستال وقتی اجرا میکنم همونجوری که میبینین حالا که خانا باشه لیست پکیج ها رو بهم نشون میده، میتونم توش فازی سرچ انجام بدم با معنی بنویسیم. خب ولی حالا میرسیم به اونجا،
من نمیدونم الان چرا آپدیت نمیکنه پکیج های منو خود این ایمکس استاندارد. لالا اجازه بدین همین رو من اضافه کنم به FG42 اینجا. ببینیم من یه لحظه کدی که مربوط به مینی بافر اینجا کپی کنم و شما بتونید مینی بافر رو بهتر ببینید. خب آها بهتر شد. وقتی پکیج اینستال رو میزنین شما باید اسم یه پکیج رو بهش بدین. حالا ما مثلا پکیج AG، خب پکیج AG رو میزنم، شروع میکنه دانلود کردنش و همینجور که میبینین یه مسیج داد که دان نصب کرده تموم شده. خب من اگه برگردم به این باید بتونم ریکوایرش کنم. خب آره میبینین که AG رو برای من نصب کرد و توی لود پس من قرار میده. اگه لازم باشه چیزی رو کامپایل کنه کامپایل میکنه تموم. اگر بخوام همین پکیج رو پاک کنم دوباره با پکیج دیلیت میتونم این کار رو انجام بدم. اسم پکیجم رو پیدا میکنم، اون عددی که بعدش میبینیم تاریخ نصبشه که در واقع تو ملپا ورژن ها با تاریخ کار میکنه، یعنی تاریخ بیلد اون پکیج میشه ورژنش. الان اون رو پاکش کردم دوباره اون ایجی رو. بعد در آخرم اگه بخواین لیست پکیجاتون رو ببینین یه فانکشنی هست به اسم پکیج لیست پکیجز. خب این وقتی اجراش میکنین میاد لیست پکیجاتون رو نشونتون میده با حالا همه پکیجایی که تو سیستمتون هست، اگه نصب شده باشه یا نصب نشده باشه مثلا بیلتین ها رو نشونتون میده و و و. الان همینجوری که میبینین 4000 خورده ای پکیج هست. رو هر کدوم کلیک کنین دیتیلش رو میبینین یا میتونین با زدن کلید آی نصبش کنین. اگه میخواین آپگرید کنین همه پکیجاتون رو با یعنی کلید با لتر کپیتال یو یا شیفت و یو. خب الان من 6 تا پکیج رو مارک کردم برای آپگرید همونجوری که تو مینی بافر میبینین. خب چون من خیلی اخیرا آپگرید کردم همه پکیجام، الان فقط 6 تا پکیج جدیده. وقتی چیزی رو واسه یه آپگرید مارک میکنین برای اینکه اون مثلا اگر کلید آی زدین برای اینستال یا کپیتال یو برای آپگرید با زدن کلید ایکس خالی، خب ازتون میپرسه که این چیزایی که مارک کردی رو میخوای من الان آپگرید و نصب اینا بکنم، که شما میگین حالا با یس و نو باید جواب بدین و نصب میکنم، که من میگم نو چون نمیخوام نصبشون کنم. خب اینم کلیات پکیج منیجر ایمکس بود. کنم الان این آپدیت شد. نه حالا به یه دلیلی این ایمکس من الان نمیتونه با الپا در الپا و ملپا با جفتشون در ارتباط باشه. یه نکته دیگه هم که میخواستم خدمت میگم، آها چون اینا فانکشن های اینتراکتیو هن، خب شما میتونین از توی رپلن باشون ارتباط برقرار کنید. مثلا پکیج اینستال مثلا AG، خب پکیج اشتباه نوشتم که میگه AG اویلیبل نیست به صورت سیمبول بابش بدین، چون نمیتونه بخواب به این علت نمیتونه پیداش کنه که اون ریفرش کانتنت ما فیل شده و متا دیتا رو نگرفته، یعنی هنوز این پکیج رو نمیدونه که وجود داره. خب برای ریموف کردن و آپدیت کردن همینجوری شما میتونید فانکشنش رو بنویسید. اما برای امروز فکر میکنم کفایت کنه. کاری که میخوایم بکنیم برای این کست های بعدی اینه که شروع کنیم یه ادیتور خیلی ساده رو با هم درست کردن. حالا اپیزود به اپیزود یه لایبرری جدید رو نصب میکنیم و برای مثلا کارهای مختلف با هم پیش میریم که یه ادیتور خیلی ساده درست کنیم. من سعی میکنم یه ریپوزیتوری گیتم درست کنم که این ادیتور سادهمون رو اونجا بذاریم و حالا اگه هر کی خواست بیاد کانتریبیوت کنه که فقط صرفا جنبه آموزشی داشته باشه. آروم آروم هم در مورد ایلیس بیشتر یاد میگیریم به خاطر اینکه بالاخره نیازتون میشه، ولی خب آروم آروم باش
دست و پنجه نرم کنی فکر کنم خیلی بهتر باشه. در آخر اگر سوالی داشتین حالا چه تو کامنت های یوتیوب میتونین مطرح کنین، چه تو توییتر، یا حالا من وبسایتم elixamir.com هست، اونجا میتونین روش های دسترسی به من رو پیدا کنین، سوالاتون رو مستقیم بپرسین، حالا سوال، فیدبک، هرچی، خوشحال میشم نظرتون هم بدونم. امیدوارم مفید بوده باشه براتون. تا اسکرین کست بعدی موفق باشید.